دوباره خوش آمدین هموطنان عزیز، کسی که تازه همین لحظه بیننده صبح زندگی است. یک بار دیگر صبح شما خوبان و خیر باشه. در افغانستان هستین یا هم بیرون از افغانستان، بیرون از مرزهای افغانستان بیننده صبح زندگی هستین و همچنین علاقه‌مندایی که شنونده آریانا FM هستند. در بخش روانشناسی هستیم و مهمان خیلی گرامی ما زکریا بارکزای، روانشناس و استاد پانتون با ما هستند. در رابطه با یک موضوعی که ما انتخاب کردیم، موضوع خیلی حساس است، در رابطه با چشم چرانی صحبت‌های می داشته باشیم. این بخش با ما همراه باشین. استاد عزیز سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدین به صبح زندگی. قربان شما، علیکم سلام. صبح تحالی عزیزان متحالی، امید که تک تکشون سلامت باشن. موضوع آنانس دادین در قالب چشم چرانی، خیلی مشتاق مسئله شدم. واقعا یک موضوع جالب که در عصر امروز چقدر بله. این مسئله رایج هست و ببینیم که چی هست چی نیست. ما خواستم بیشتر بدانیم از نظر علم روانشناسی چشم چرانی یک اختلالات است یا هم یک عادت ناپسند که بیشتر مردم بله. به این موضوع پی ببرن و متوجه باشند که خدای نخواسته عواقب ناگوار نداشته باشند. با وجودی که ما میتونیم انسان از بودهای مختلف تعریف کنیم، اما یک عنصر اساسی در وجود ما در قالب هورمون بیشتر مورد بحث قرار میگیره. از نظر علم روانشناسی بالا بودن هورمون تستوسترون در بدن ما زمینه را برای این مسئله مساعد میسازه که گویا فرد یک حالت شکاری را در خود بگیره و چشمانش همیشه زوم شوه و بتونه چشم چرانی را در خود داشته باشه. ولی علم جامعه شناسی در پلوش قرار میگیره و میتونه چشم چرانی را یک عادت ناپسند در جامعه مورد بحث قرار بده که بعضی کسا این را در خود گرفتن و معمولا نگاهها میکنن. ولی روانشناسی تعریف در باب مسئله این گونه داره که یک میل درونی توهم با شهوت در وجود انسان پیدا میشه و نگاه انسان را به طرف مسئله معطوف می‌داره تا از آدرس نگاه کردن به طرف مسئله به سطح قناعت و ارضا برسه که نمی ماجرا و نمی دغدغه را میارن در قالب چشم چرانی و ناگفته نباید گذاشت که خود چشم چرانی از اصطلاح فرانسوی گرفته شده به معنای ویر به معنای شکارچی. پس زمانی که ویریز میگیم تحت عنوان چشم چرانی، پس شکارچی هم گفته میتونه. بله 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 بله. جناب استاد، چشم چرانی نزد واقعیان بیشتر است یا نزد خانم‌ها؟ کیها بیشتر چشم چران است؟ چقدر حالی با وجودی که احترام به هر دو تیپ بیشتر داریم، ولی خب اصل مسئله در این هست که متاسفانه در روی کره زمین نگاه حقایان نگاه بد جلوه کرد، نگاه آقایان نگاه بی‌ادبانه جلوه کرد. به دلیل چی مسئله است؟ به دلیل این مسئله است که آقایان نگاه بسته داره. وقتی که آقا یک خانم را نگاه میکنه، با یک نگاه نمیتونه به صورت مکمل خانم را اسکن کنه. این آقا مجبور است چشم را جدا نگاه کنه، لب را جدا نگاه کنه، بینی را جدا نگاه کنه، فیز را جدا نگاه کنه، اندام را جدا نگاه کنه. ولی خوشبخت ای که خانم ها ویژگی بیشتر در خود دارن، یک ویژگی بسیار بارز دارن که نگاه بسیار باز دارن. با یک نگاه میکنن تمام افراد را به صورت مکمل اسکن میکنن. از این جهت نگاه خانم ها در جهان نگاه بد جلوه نکرد، نگاه خوب جلوه کرد. بدلی که خانم یک نگاه میکنه چشم خود رو پایین اندازه، ولی آقای بنده خدا چشم زاویش بسته است، به خاطر نگاه کردن خود مجبور است که سر تا پا به نرخ خریداری نگاه کنه. اینجا هاست که نگاه آقایان در جامعه بی ادبانه جلوه کرد و پس ما در گراف مسئله دیگه روشن شد که مشکل است کی است. نگاه خانم ها میگن نگاه عاشقانه است، میگه لیلی گر نمیخندید مجنون کجا عاشق میشد. واقعا چه زیبا. پیامدهای چشم چرانی را میخوایم بیشتر بدونیم. ما طرفدار چشم چرانی اصلا نیستیم، چون به دلیل از اینکه پیامدهای بسیار ناگوار داره. اولین پیامدش چی هست؟ اولین پیامدش چی است که لبدو یا انرژی جنسی را میاره در حسب مرکزی چشم جاگزین میکنه و فرد از نظر چشم همیشه ارضا میشه. انسان های چشم چران اینا دوچار اختلال جنسی هستن، به خاطر که ارضا از اینا از طرف چشم است. یک مسئله است. موضوع دوم، انسان‌های چشم چران همیشه حسرت می‌خورن. چرا؟ به خاطر که اینا به سطح قناعت نمیرسن. امروز یک دیدن چقدر حالی است، فردا کس دیگه دیدن چقدر حالی است، پس فردا کس دیگه دیدن چقدر حالی است. این برمیگرده به فقر جنسی. حسرت هاست. بله دیگه، این همیشه دوچار حسرت میشه و حسرت ها در وجود از اینا بارها تکرار شده میره. یک مسئله بسیار بد است. و موضوع سوم، انسان در جامعه از یک اعتبار اجتماعی برخوردار است. انسان‌های چشم چران اصلا اعتبار اجتماعی ندارن. هر فرد چشم چران زمانی که در یک مجلس میره، در خانه میره، باز کلاگیر میگه خیلی متوجه باشی چادر تا پوش که فرد چشم بسیار بد داره. حتی در محیط که میره میشه مورد بحث قرار میگیره. هزینه جهت است که دو طبقه در جامعه ما متاسفانه با وجود که احترام داریم، خیلی دوستشان داریم، اینا چشم چران معروف شدن. یکی تعویض نویسا، اینا رو معمولا میگن خیلی چشم چران است و واقعیت مثلا هم هست. و یکم تکسیران ها میگه بیشتر اوقات شیشه رو به طرف خانم ها عیار میکنه و همیشه نگاه میکنه. همیشه این گونه بوده. پس پیامد از اینا در سه مورد بشه مورد بحث قرار دادیم. لبدو انرژی جنسی را دوچار مشکل میسازه که در عصب مرکزی چشم میاره، اعتبار اجتماعی را سلب میکنه و هم حسرت دائمی همیشه با خود دارن و همیشه حسرت میخورن. جامعه که این گونه باشه با فقر جنسی و چشم چرانی، اون جامعه دیگه از اون چی توقع داشت؟ تمدن جامعه چی حساب کرد؟ تمدن جامعه یک تمدن نابهنجار حساب کرد. پس در رابطه با راهکارهایش چیکار باید کرد؟ ببینید در قسمت راهکارها بسیار جالب هست. اولا خب بر خانم ها یک توصیه داریم که شماها متوجه باشین. معمولا بعضی از خانم ها آنقدر در زندگی دلسرد هستند به مجرد که صاحب یک فرزند میشه اینا تمام زیبایی خود را از دست میده، ولی در حالی که برای خانم نیاز است که چهار زیبایی در خود داشته باشه: زیبایی جسمی که ما در قالب زیبایی اندام مورد بس قرار میتیم، زیبایی های اجتماعی، زیبایی های عاطفی، زیبایی های رفتاری. ولی متاسفانه بعضی از خانم ها زمانی که یک فرزند میشه دیگه به صورت مکمل اندام و زیبایی ها را از دست میده. به هر میزانی که خانم متوجه زیبایی خود باشه، زیبایی خود را حفظ کنه، آقا را به مو اندازه عاشق خود میسازه. وقتی آقا را عاشق خود بسازه، برای آقا دیگه فرصت نیست که نسبت به بعضی مسائل دیگه نگاهی داشته باشه، چون کمبودی باعث مسئله میشه که نگاه به سمت سوی دیگه داشته باشه. یک موضوع است. مسئله دوم، در همه برنامه‌های زندگی به هر مسئله‌ای که شماها پاداش بیشتر بتین، تکرار از مسئله به مراتب بیشتر میشه و به هر میزانی که پاداش یک موضوع را قطع کنی دیگه تکرار صورت نمیگیره. انسان های چشم چران اولا با چشم نگاه میکنن، بعد کوشش میکنن روی زبان بیان و داخل فازهای صحبت شون. من به خانم ها میگم شما هرگاهی که با چشم چران ها روبرو شدین، اگر نگاه کرد شما به نگاه ها توجه نکنین و اگر وارد برنامه زبان شد، شما مثل انسان های حرفه‌ای یک دو سه جواب مسئله رو بتین و به هر میزانی که بیشتر میپردازین شما رو بیشتر از چهار مشکل میسازم. و نکته سوم، یک از راهکارهایی است که ما باید در هم برنامه زندگی انسان ها رو متوجه حیبایش بسازیم، ولی متاسفانه هر کس سر خود را پایین میندازه از مسئله میگذره. اینجاست که هیچ از آگاهی حاصل نمیکنه. ما باید انسان ها رو متوجه بسازیم که هز این چشم چرانی تو درست نیست، در حالی که وعده قرآن هم در مورد مسئله همین است که شما نگاه درست داشته باشین و از نظر روابط اجتماعی هم درست نیست که ما همیشه نگاه هر کس میکنه، چون بدل ذکر نگاه کردن ما بسته کردن نمیتونیم، ولی نگاهایی که در حد از این مسئله باشه که به طرف مقابل ما مشکل ایجاد کنه. از همین جهت است که معمولا نگاه ها رو میاریم و دو بخش، یکی نگاه های سیاه، یکی نگاه های سفید. نگاه های سیاه نگاه هایی است که توهم با شهوت است، این به انسان مشکل میرسانه، ولی نگاه های سفید توهم با شهوت نیست. به طور مثال در یک جامعه نیاز است که چند کس با چشم چران باشه، ترافیک باید چشم چران باشه، ولی هدف چشم چرانی این است که در مقابل مسلک خود چشم چران باشه، هر دقیقه موتورها رو نگاه کنه تا بعد قانونی صورت نگیره. یک سرباز با موضوع باید پیش بره، بله با موضوع باید پیش بره، سرباز باید چشم چران باشه به خاطر که از وظیفه خود خوبتر مراقبت کنه، ولی چشم چرانی های ما در اینجا چشم چرانی های سیاه است که توهم با شهوت است. از این جهت رو باید به صورت مکمل کنترل کرد. سپاسگزار هستم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و این موضوع واقعا دلچسب بود. بعضیا میگن چشم دریاست، اما این موضوع بله باید ما اعتراف می‌گذاریم که چشم دریاست، ولی باید اعتراف می‌گذاریم که مهارت و مدیریت کردن چشم باید دست ما باشه. نقش را دیدی میگن عاشق نقاش باشه، نقاش باشه. سپاسگزار هستم جناب استاد از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. واقعا موضوع خیلی خوب بود. انشالله که مردم جامعه بیشتر به توجه به داشته باشن که از چشم چرانی در امان بمانند. شما مهربان هستین، موفق باشین. سپاس از شما عزیزا هم که بیننده صبح زندگی هستین. بخش روانشناسی بود و مهمان خیلی گرامی ما زکریا بارکزای روانشناس و استاد پنتون در رابطه با چشم چرانی صحبت‌های داشتیم. در حال حاضر هم وقفه داریم، دوباره برمیگردیم ادامه صبح زندگی.